عارف معاون اول رئیس جمهور رژیم: ایران در پاسخ به هر گونه تجاوز جدی است و در راستای راهبرد اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب عمل خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهور با حضور در دفتر حزب الله لبنان در تهران تاکید کرد شهید سید حسن نصرالله باعث عزت و همبستگی جهان اسلام شد و حمایت جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت قطعی تر از گذشته ادامه خواهد یافت. آقای عارف گفت ایران در پاسخ به هر گونه تجاوزی جدی است و در راستای راهبرد اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب عمل خواهد کرد. ما مطمئن هستیم که راه ایشون با جدیت ادامه پیدا میکنه. انشاءالله خداوند به جای سید حسن نصرالله بین بچه های مجاهد حزب الله چند سید حسن رو به حزب الله تقدیم خواهد کرد و طبیعتا وظیفه همه مسلمانان و از جمله مردم خوب لبنان کماکان حمایت از حزب الله است. مردم لبنان نشون دادن که قدرشناس حزب الله هستن. حمایت هایی که از حزب الله کردن در انتخابات در صحنه‌های سیاسی نوید بخشی این هست که انشالله آینده در لبنان متعلق به حزب الله هست که بتونه در راستای حذف رژیم صهیونیستی و غاصب و ددمنش حاکم بر فلسطین موفق باشه. مردم هم کمک میکنن. مردم خوب کشور ما هم مسئله فلسطین، مسئله لبنان رو مسئله خودشون میدونن و مسئولین جمهوری اسلامی هم که به طور طبیعی از میان مردم هستن و دنبال روی میکنن مردم رو، همیشه در کنار حزب الله، در کنار مردم لبنان بودن. سرلشکر بسیجی موسوی، فرمانده ارتش تحت امر خامنه‌ای: صهیونیست‌ها پاسخ ویران کننده تری دریافت خواهند کرد. ما هرچه گفتیم عمل کردیم. پاسدار سلامی: در اوج آمادگی‌های لازم ضمن حمایت و پشتیبانی از جبهه مقاومت، هر گونه خباثت دشمن را با قدرت، صلابت و قاطعیت منکوب خواهیم کرد. پاسدار سلامی خطاب به پاسدار حاجی‌زاده که خامنه‌ای در غیبت قاآنی به او نشان فتح داده نوشت: دریافت نشان فتح از دست فرمانده کل قوا که به یمن اقدام شجاعانه و خردمندانه جناب عالی در اجرای عملیات موفق و مؤثر وعده صادق دو رقم خورد، موجب افتخار این جانب و آحاد پاسداران گردید. اطمینان می‌دهیم در چارچوب راهبرد اعلامی ولی امر مسلمین جهان، مبنی بر عدم تعلل یا شتاب زدگی در پاسخ به شرارت‌های دشمنان، در اوج آمادگی‌های لازم ضمن حمایت و پشتیبانی از جبهه مقاومت اسلامی به ویژه فلسطین و لبنان، هر گونه خباثت دشمن به ویژه رژیم گرگ‌صفت و سگ هار آمریکا در منطقه را با قدرت، صلابت و قاطعیت منکوب خواهیم ساخت. آل سلیمانی، عضو مجلس ارتجاع: هر گونه حماقت دشمن با پاسخی به مراتب ویرانگرتر و پشیمان کننده تر جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. سوخت این موشک ها گرمای ولایت است. اگر هر لحظه اراده کنیم می توانیم مراکز ترور و توطئه علیه رهبران مقاومت را مورد اصابت قرار دهیم. هر گونه حماقت دشمن با پاسخی به مراتب ویرانگرتر و پشیمان کننده تر جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. فوقای تصاویر باشکوه نماز جمعه، آن هم بعد از عملیات موشکی، یک پیام روشن داشت و آن هم این بود که سوخت این موشک
موشک‌ها گرمای ولایت است. بیات عضو مجلس ارتجاع. اسرائیل قاصب و آمریکای جنایتکار باید بدانند چنانچه دست از پا خطا نمایند، پاسخی کوبنده و عزم کوبنده تر از وعده صادق دریافت خواهند نمود. حمایت از شورای امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه انقلابی که در اقدامی بی‌نظیر جوابی کوبنده و اولیه به جنایات رژیم قاصب و کودک‌کش صهیونیست و همپیمانانش ارائه نمود. اسرائیل قاصب و آمریکای جنایتگار باید بدانند چنانچه دست از پا خطا نمایند، به تأسیس رهنمودهای مقام عظمای ولایت در نماز باشکوه سیاسی وادی جمعه اخیر نه با تعلل و نه شتاب زده، بلکه به جا و به موقع و منطقی پاسخی کوبنده و از کوبنده تر از وعده صادق دریافت خواهند نمود. رویترز: دو مقام ارشد امنیتی رژیم ایران گفتند از زمان حملات اخیر به بیروت هیچ اطلاعی از اسماعیل قاآنی در دست نیست. رویترز 16 مهر نوشت: دو مقام ارشد امنیتی رژیم ایران به رویترز گفتند از زمان حملات اخیر به بیروت در اواخر هفته گذشته هیچ اطلاعی از اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس رژیم ایران در دست نیست. یکی از افراد گفت قاآنی در حمله شب جمعه اسرائیل به جنوب بیروت که هدف آن هاشم صفی‌الدین جانشین حسن نصرالله بود حضور داشته است، اما در حال ملاقات با صفی‌الدین نبود است. این منبع افزود نه رژیم ایران و نه حزب‌الله از آن زمان نتوانستند با قاآنی تماس بگیرند. پاسدار ایرج مسجدی، معاون هماهنگ کننده نیروی تروریستی قدس سپاه: بسیاری از ما میپرسند که سردار قاآنی چه شد؟ ایشان در صحت و سلامت است و مشغول فعالیت هستند. برخی میگویند که بیانیه بدهید. چرا بیانیه؟ نیازی نیست چنین اقدامی انجام شود. مبادا در ذهن کسی تصور شود که مقاومت شکست خورده است. مقاومت در این برهه در آمادگی کامل است و جای نگرانی نیست. پاسدار ایرج مسجدی، معاون هماهنگ کننده نیروی تروریستی قدس در سپاه پاسداران، درباره وضعیت پاسدار قاآنی، سرکرده نیروی تروریستی قدس گفت: بسیاری از ما میپرسند که سردار قاآنی چه شد؟ ایشان در صحت و سلامت است و مشغول فعالیت هستند. برخی میگویند که بیانیه بدهید. چرا بیانیه؟ نیازی نیست چنین اقدامی انجام شود. وی همچنین گفت: وضعیت حزب الله و نیروی جهاد اسلامی و مقاومت اسلامی این چنین نیست که از بین بروند. رژیم صهیونیستی در محور مقاومت هیچ توفیقی نداشتند، به طوری که نتوانستند مردم را برانند و نه حزب الله و حماس را از بین ببرند، چرا که حزب الله برای سالهای طولانی مقاومت در برابر اسرائیل قاصب برنامه ریزی کرده است. مقاومت امروز به یک قدرت و امپراتوری منطقه‌ای و بین المللی تبدیل شده است. مبادا در ذهن کسی تصور شود که مقاومت شکست خورده است. مقاومت در این برهه در آمادگی کامل است و جای نگرانی نیست. روزنامه الجریده کویت نوشت:
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز جمعه در بمباران نیروی هوایی اسرائیل به پایگاهی در بیروت که هاشم صفی الدین نیز در آن حضور داشت مجروح شد. بر اساس گزارشات قاآنی از ناحیه قفس سینه، کتف و پا مجروح شده و به سرعت به سوریه و از آنجا به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. بر اساس این گزارش قاآنی پس از عملی که روی او انجام شده اکنون از اتاق سی سی یو بیرون آمده و احتمالاً رو به بهبودی است. قرائت پیام پاسدار قاآنی در یک اجلاس حکومتی و درخواست عنایت صلوات برای سلامتی وی. راز اسلام با همه شایعات و با همه بوهای خبری که رسانه‌های مختلف غربی و مخصوصاً در مجازی رسانه‌های تلگرامی در این چند روز فریاد می‌کشیدند، سردار سرفراز اسلام فرمانده معزز نیروی قدس حاج اسماعیل قاآنی ضمن ابلاغ سلام محضر یکایک حاضران در همایش از اینکه به دلیل جلسه مهم فرصت حضور نیافتند عذرخواهی کردند و برای سلامتی این سردار بزرگ اسلام و همه سرداران و عزیزانی که در جبهه مقاومت تلاش، همت، فداکاری و ایثار می‌کنند خواهش می‌کنم صلواتی عنایت بفرمایید. جان بولتون در تلگراف: صلح پایدار در خاورمیانه مستلزم تغییر رژیم در ایران است. این جنگ فلسطین علیه اسرائیل نبود. جنگ اعراب علیه اسرائیل هم نبود. این جنگ رژیم ایران بود که در پشت آن برنامه تسلیحات هسته‌ای نهفته است. رژیمی که به دنبال تولید خطرناکترین سلاح‌های جهان است. اکنون اسرائیل در حال تصمیم گیری است که علیه برنامه تسلیحات اتمی، زیرساخت‌های نفتی، رهبری ارشد، تأسیسات نظامی یا ترکیبی از اینها تلافی کند.